با قسمت دوم از سری پرونده جفری اپستین برگشتیم اگر قسمت اول رو ندیدید حتما برین اون رو اول ببینین چون طبیعتا قراره یه سری اشاره هایی بهش بکنیم توی این اپیزود لایک و کامنت و سابسکرایب رو هم فراموش نکنید اگر دوست دارید این سبش محتوا رو ما ادامه بدیم این بهترین راهیه که بخواید نشون بدید و از ما هم یه حمایتی کرده باشید من یکم دلم چی اول اشکالی نداره ما برای یک وظیفه ای داریم این کارو میکنیم ما یک هدف والاتری داریم علی قسمت اول رسیدیم به اونجایی که جناب آقای جفری اپسین رو به خاطر تمامی اون کسافتکاریاش کاریاش بالاخره گرفتن دستگیر شد قرار بود دادگاهی بشه و توی دادگاهش قرار بود اسمای خیلی بزرگی بیاد اما قبل از برگزاری دادگاهش به طرز خیلی عجیب و غریب و ناگهانی ایشون دار فانی رو ودا میگه البته اگه بتونیم بگیم دارفانی رو ودا میگه به خاطر اینکه مرگش خیلی مشکوک بود و داستان داریم آره دیگه یکی از اسمایی هم که مطرح شد و خیلی هم پشتش حرف بود اسم بیل بودش که یکی از اسمایی که خیلی برده میشه توی این پرونده کسی هم هستش که داستان زیاد داشته توی دوره فعالیت حالا چه به عنوان فرماندار چه به عنوان رئیس جمهور چه بعدش که اصلا هیچ کاری انجام نمیداد توی سیاست داستان کم نداشته قرار بریم اون داستان ها رو الان یه کوچولو با هم بررسی کنیم و ربطشون به جفری اپسین و اینکه جفری کی وارد زندگی کلینتون ها شد و با هم دیگه یه مروری بکنیم قبل از اینکه این اپیزود رو فقط شروع بکنیم من یه توضیح کوچولو بدم و اونم اینه که ما تو این اپیزود میخوایم راجع به بیل کلینتون و ارتباطش با جفری اپسین صحبت کنیم بیل کلینتون قاعدتا به عنوان رئیس جمهوری یکی از قدرتمندترین کشورهای دنیا کارهای خوب و بزرگ زیادی انجام داده ولی ما با هیچ کدوم از اونا کاری نداریم و توی این اپیزود میخوایم به یک سری هواشی از این آدم برسیم که خب توی دوره خودش و حتی همین الان سرصدای خیلی زیادی به پا کرد و ببینیم که چی شد که اون آدم به اینجا میرسه آره دیگه یه توضیح دیگه ای هم که من حالا اضافه کنم توی قسمت اول خیلی ها اومدن گفتن که اینا هیچ اتهامی بهشون فعلا وارد نشده که درسته ما اونجا هم گفتیم حالا شاید جوری بیان کردیم که سوال ایجاد شده باشه اسامی که الان توی لیست هستن هیچ اتهامی بهشون وارد نمیشه شاید حالا واقعا رفته بودن کار دیگه ای داشتن که خب خیلی هاشون حتما اینجوری هم بالاخره یه جزیره تفریحی بوده بعید بعید زیاد استیفن آکین که خیلی داره سوژه میشه جفری اپستین بالاخره معلم ریاضی فیزیک بوده دیگه به فیزیک خیلی علاقه داشته. میرفتم با هم بحث علمی میکردم، ستاره ها رو میدیدم. نه به فیزیک رب داره نه ولی امیدوارم اینطور باشه. علی، امیدوارم اینطور باشه. چون اینکه دختر بچه ها بخوان توی اون حالت برای آقای استیون هاکینگ روی تخته مسائل ریاضی رو حل بکنن خیلی وجهه جالبی نداره. آره حالا خواستم فقط بگم که تا دادگاه تعیین نکنه ما صرفا میتونیم مسخره کنیم هیچ همید. کار دیگه ای انجام نمیدیم و اینکه بریم دیگه برو بریم سراغ اپیزود امروز اپیزود بیل کلینتون رو با همون پرونده جنایی حل نشده بچه های روی ریل قطار میخوام شروع کنم اگه اون اپیزودم ندیدین بهتره که ببینید ولی الله اگرم ندیدین من یه خلاصه یه کوچیکی ازش اینجا میگم تا جایی که به داستان مربوط میشه سال 1985 توی آرکانزاس جسد کوین آی و دان هنری روی ریل قطار پیدا میشه و دکتر مالک که وظیفه بررسی اجساد رو به عهده داشته علت مرگ این دو نفر رو خودکشی اعلام میکنه علتی که توی کت خانواده قربانیان نمیره و بعد از کلی پیگیری و کلی سنگ اندازی سر راهشون بالاخره به یه سری جایی میرسن که آقا این دوتا بچه خودکشی نکردن به قتل رسیدن این تازه میرسن به این وارد جزئیاتش نمیخوام بشم همین جایی هم که رسیدن کلی زحمت کشیدن ولی خلاصش این بود که آقا این دوتا بچه رفته بودن واسه شکار توی یه منطقه ای که اون شب یه سری چیزایی رو دیدن که نباید میدیدن یه قاچاق سیستماتیکی توی منطقه داشته اتفاق میافتاده این دوتا می بینن و احتمالا به قتل میرسن اونجا هم گفتیم که از سال 88 تا سال 95 نه نفر از آدمایی که یه جوری اطلاعاتی درباره اون شب داشتن شاهد محسوب میشدن و اون پرونده به طرز مشکوکی از دنیا میرن حالا یا خودکشی میکنن یا به مرگ طبیعی میمیرن یا اینکه حتی به قتل میرسن که حتی اونجا هم گفتیم که این عدد خیلی عدد بزرگ بزرگیه. و ترسناکیه اصلا اگه اتفاقی باشه خیلی اتفاق عجیبیه اونجا داستان مقامات فاسد رو داشتیم یه جورایی داستان مرگ داخل زندان رو داشتیم یه نفر تهدید شده بود که داخل زندان قراره به قتل برسی دیگه داستان پزشکی قانونی و تجویزا و چیزایی که دکتر مالک میگفت داشتیم و اینکه حالا حدس بزن توی آرکانزاس توی اون دوره کی فرماندار بوده با تجربه عنوان ویدیو اون حدسم بیل کلینتونه آفرین بیل کلینتون بوده اون موقع فرماندار آرکانزاس کسی که توی دوره فرمانداریش توی آرکانزاس خیلی سوتی های زیادی میده که یه سریا حتی تا, تا سالها مثل سایه دنبالش بوده. یکی از این داستانهایی که همه مردم آرکانزاس میدونستند ولی هیچ وقت ثابت نمیشد و هیچ کس هم نمیتونه ثابت کنه وابستگی مالی خانواده کلینتون به خانواده های مافیایی قاچاق گسترده کوکاین توی آمریکا بود. البته این یه افسانه و داستان بود فقط هیچ چیزی وجود نداشت که بتونن ثابتش کنن شایعاتی هم که راجبه قاچاق مواد کوکائین و این حرفا هم بودیش سر درآمده بود دیگه کسا نمیخوند ببین درآمدش اون موقع فرماندار سی هزار دلار در سال بوده که حالا رقمه نه زیاده نه کمه با توجه به اینکه فرماندار یه رول خیلی مسئولیت مهمی نداره توی آمریکا معمولا سی هزار دلار بوده درآمدش هیلاری هم یه وکیل جوون بااستعداد بوده که اونم حالا درآمد خوبی داشته سوفی داره سیم و گاز اینو نیاز داریم اوکی سی هزار دلار بوده هیلاری هم درآمدش اوکی بوده ولی اینا بیش از حد ثروتمند بودن و دو دو تا چهار تای پولدار شدن اینا به هم دیگه نمیخونده انگار ارگانیک نبوده این پولی که در می آوردن و سال 88 هم بیل کلینتون میخواسته بیاد رئیس جمهور بشه از حزب دموکرات که خب اونم میدونیم با اینکه اسپانسر میگیرم ولی خودت هم باید یه پولی داشته باشی واسه کمپینا و اینا چپت پر باشه بله سال 88 هم میخواست بره رئیس جمهور بشه اونجا سران حزب دموکرات برگشتن بهش گفتن داداش تو یکم توی آرکانزاس خیلی خوب نچیدی مهراتو و مردم خیلی روت اوکی نیستن الان بخوای بیای رئیس جمهور این سرایت میکنه به کل کشور الان وقتش نیست خودش هم دید راست میگن و بیخیال این جریان شد در عوضش رفت چهار سال وقت گذاشت در دوره بعدی اومد دیگه چهار سال وقت گذاشت زیرساختار رو اوکی کرد یکم بچه های عمومیش رو بهتر کرد و سال 92 قرار بود که بیاد نامزد حزب دموکرات بشه و رئیس جمهور امریکا بشه بیل کلینتون رئیس جمهور نسل جدید امریکا بود خیلی روی روابط خانوادگیشو رفاقتش با هیلاری مانور میداد خیلی میخندید خیلی کول cool بود کلا لباسایی که میپوشه رو با بوش پدر مقایسه کنی اصلا یه انقلابی کرد و یه جورایی برگ برنده دموکراتا شده بود توی انتخابات توی دوره‌ای که بیل و هیلاری شدیداً درگیر کمپینای انتخاباتیشون بودن یه سری از اون اشتباهاتی که قبلا کرده بود داشت کم کم برای مردم روشن میشد جریانش داشت باز میشد و اونم چیزی بود که جنیفر فلاورز اومد رو کرد اومد گفت آقا من دوازده ساله که با بیل کلینتون رابطه داشتم قبلا و این توی دوره بود که با هیلاری هم ازدواج کرده بود چشم هیلاری روشن آره حالا این قضیه قضیه شخصی بود خیلی حالا چیزی نیست که بگی وای چه کار بدی کردی ولی وچه اومیش یه کوچولو خراب شدون برند مرد خانواده و رفیق زنش بودن و اینجور چیزهایی که داشت نشون میداد یکم رفت زیر سوال الان مردم آمریکا داشتن میرسیدن به اون چیزی که مردم آرکانزاس از قبل یه جورایی میدونستن چون بیشتر با کلینتون آشنا بودن و اونم این بود که بیل کلینتون توی مسائل جنسی یه کوچولو تا حد زیادی نقطه ضعف داره و کوچولو. آره باز حالا اوزا باز اوکی بود اوزا وقتی بدتر شد که بیل کلینتون اومد یه مصاحبه کرد درباره این قضیه و گفت که این جنیفر فلاورز این تو کف بوده من اصلا کاری باهاش نداشتم والا ایشون تو کف من بوده. من خیلی حالا خوبم و اینا و اینکه آره دیگه من کاری بدی نکردم ولی خب وایس و چند تا مکالمه ای که داشتن اینا لو رفت و

و این تهدید رو یه جورایی به فرصت تبدیل کرد اومد گفتش که آره ما یه همچین داستانی رو داشتیم پشت سر گذاشتیم و من همچنان کنار بیل هستم و الان مردم داشتن حس میکردن که اینا چقدر شبیه آدم های و دیگه اون زرق و برقی که حالا سیاست دارن و خیلی خوشکن و اینا ندارن و چه بهتر که یکی از جنس خودمون یاد رئیس جمهور بشه ولی خب اشتباه میکردن یه کوچولو باز دوباره و آره یه کوچولو آه. ولی چقدر ورق برگشت یه یعنی قشنگ یه چیزی که همون لحظه دیگه پایان کلینتون رو میتونست رقم بزنه تبدیلش کردن به یه چیز مثلا خیلی نایس که آره اینا هم یکی مثل ما اونا هم ممکنه اشتباه بکنن و جزء تاریخی ترین تا لحظات این دو نفره دیگه هم هیلاری کلینتون هم بیل کلینتون آره اصلا هیلاری که اینجا you yeah, know i'm not sitting here as some little woman standing by my man like tammy wynette i'm sitting here because i love him and i respect him and i honor what he's been through and what we've been through together and you know if that's not enough for people then heck don't vote for him a good friend of <laughs> به سلامت گذر کردن ازش ولی یه تحقیقات روی داستانه مالی بیل کلینتون داشت انجام میشد که از آرکانزاس را افتاده بود و کنستار که یه دادستان خشک نچس بود و اصلا تو کون نمیرفت شده بود مسئول این پرونده و قرار بود بزنه دهن کلینتون رو سرویس کنه خیلی هم حال نمی کرد با این اوکی. طبیعتا هم این تحقیقات توسط جمهوری خواه که میشد حزب رقیب کلینتون خیلی حمایت میشد کنستار به جایی نرسیده بود چرا چون مدرکی که به دردش میخورد یا ناپدید شده بود و شاهدی هم اگه بود توی زندان مرده بود به شکل عادی روی. ولی نه واقعا به شکل عادی مرده بود واقعا, آره واقعا شانس به شکل مرگ طبیعی مرده خب اگرم نیمی مرد به صورت طبیعی احتمال اتفاق دیگه می افتاد الان دید از اینجا که چیز به درد بخوری در نمیاد بریم ببینیم که داستانه زیر کمر بیل کلینتون چیه و یکم ذره بینو بگیریم روی اون نواهی چقدر بد گفتی علی جان آره مردم داستان جنیفر رو با فرض یه بار بودنش پذیرفته بودن ولی دیگه اینکه اون الگو بخواد تکرار بشه چیز قابل بخششی نبود اینجاست که داستان پالو جونز میاد وسط توی سال 1991 وقتی که بیل کلینتون رفته بود کلیولند که اونجا دموکرات رو راضی کنه که بشه منتخب حزب دموکرات برای شرکت توی انتخابات, انتخابات ریاست جمهوری یه سخنرانی خیلی قول انجام میده که خیلی معروفه اونجا موفق میشه همه راضی خوشحال خندون برمیگرده هتل توی هتل خیلی شور و اشتیاق و شعف زیادی داشته یه دختری رو میبینه رد شد که آره اونجا داشته کار میکرده بعد به دورووریاش میگه که آقا بگینیم بیاد بالا اتاقم کارش دارم اون دختر پاولو جونز بوده یه دختری که حالا تا یه حدی هوش بوده یه دختر خیلی ساده بوده یه دختر جنوبی بوده و نمیفهمه که جریان چیه فکر میکنه ایول رئیس جمهور آینده ای آمریکا قراره که بهش یه شغلی بده توی دولت خیلی استقبال میکنه و پا میشه میره اونجا توی اتاق بیل کلینتون ولی چیزی که در انتظارش بوده پیشنهاد شغلی نبوده یه پیشنهاد دیگه بوده و پالو جونز جا میخوره میگه آقا جمع کن خودتو یعنی چی چه اینجوری میکنی اونم میگه که دیگه تو که اومدی تو اتاق تو که تا اینجا اومدی باید بدونی واسه چی اینجایی که نه مثل که نمیدونسته اینا رو هم پاولا جون تعریف میکنه میدونیم که از اون سمت قرار همه اینا تکذیب بشه چقدر کامنت دارم در رابطه با این داستان نه نفکرم چقدر کامنت چقدر دارم خودم نگه میدارم آره, آره. آره. بگذاریم He presented himself to me in a very unprofessional manner and کلینتون توی اون دوره جریان رو کنترل میکنه و نمیذاره که این داستان لطمه به انتخابات وارد کنه ولی کنستار که از اون ور دستش کوتاه مونده بود یکم توی مسائل مالی داشت الان لابلای این اخبار زرد دنبال داستان میگشت واسه خودش و پاول جونز هم یو دیگه اومده بود و پیدا شده بود پاس بودش که خود بیل کلینتون بهش داده بود دیگه پاسگل زیاد داد مواجهه بدی بود که <applause> که حالا پال جونز میخواست گل کنه این قایق نجات کنستار بود در برابر تخریبایی که رسانه های دموکرات داشتن انجام میدادند. سی میلیون دلار سه سال و نیم وقت صرف تحقیقات شده بود و هنوز هیچ نتیجه قابل ارائه وجود نداشت و این یه فرصتی بود که کنستار میدونست نباید از دست بده کم وارد تحقیقاتی شد که هیچ ربطی به فساد مالی یا سو استفاده از قدرت به اون شکلی که اول دنبالش بود نداشت و اینجا جایی بود که کلینتون رد پا زیاد گذاشته بود یعنی همون فساد جنسی و سو استفاده از قدرت توی این داستان ها بیل کلینتون رئیس جمهور امریکا میشه چند سال بدون هاشیه میگذره از اون ورم جفری اپستین دیگه شرکتش رو راه انداخته یه پول درست حسابی هم زده به جیب داره الان پارتی میگیره و توی اون داستانیه که هنوز هیچ اتهامی بهش وارد نشده حتی اون اتهام اولی هم خبری نیست ازش کلینتون واسه دور دوم هم نامزد میشه دوباره و بازم میبره و سال 1997 میرسه و کنستار هنوز هیچ خبری ازش نبوده تحقیقاتش فعلا به جایی نرسیده بوده تا اینکه پاول جونز تصمیم میگیره اون داستانی که داشت با بیل کلینتون رو ببره به دادگاه عالی دیوان عالی و خب این خودش خیلی جالبه که به خاطر یه همچین جرمی رئیس جمهور رو دارن میبرن دادگاهی کنن این داستان خواستم حالا یه اشارهی بهش داشته باشم اینجا خیلی حرف توشه ولی خب وکیلای پاولا در به در دنبال یه شاهد بودن که بیارنش توی دادگاه که علیه رئیس جمهور صحبت کنه و توی این گشتنا رسیدن به یه اسم به اسم لیندا تریپ که ایشون هم یه زن و عجیب غریب بود که قبلا تو کاخ سفید کار میکرد منتقل شده بود به یه سری دلایلی به پنتاگون که حالا دلایلش این بود که اون کسی که واسش کار میکرد این منشیش بود خودکشی میکنه و دیگه میگن خب کاریت نداریم برو پنتاگون منتقل میشه اونجا خیلی حال نمیکرد با این انتقاله چون لیندا تریپ از نظر شخصیتی خودش رو دوستش تو کاخ سفید ببینه کل زندگیش کل آرزواش این بود که توی کاخ سفید کار کنه و یه جوره کینه به دل گرفت از این داستان حالا از کی نمیدونم از کاخ سفید رئیس جمهور که کینه عجیبیه و همونجا تصمیم میگیره که یه انتقامی بالاخره بگیره از این دوستان اوب پنتاگون رفتش لیندا من... تریپ توی دیدارای مخفیانه با تیم کنستار ادعا میکرد کن یه دوستی داره به اسم مونیکا لوینسکی که این مونیکا با بیل کلینتون رابطه عاطفی داشته و این رابطه حتی داخل کاخ سفیدم اتفاق افتاده بهش گفتن چجوری میتونی ثابت کنی گفت من همه مکالمات تلفنیم با مونیکا رو رکورد کردم و اونها رو داد به کنستار و تیمش وقتی رفتن تماسا رو گوش دادن گفتن که اوکی این از هر چیزی که تا الان دنبالش بودیم و میدونستیم بزرگتره و توی تماسا اینجوری بود که مونیکا داشت توضیح میداد واسه لیندا تریپ که من یه روز تو دفتر بیزی شکل معروف رئیس جمهور امریکا بیل کلینتون بودم ایشون داشت تلفنی با تونی بلر صحبت میکرد نخست وزیر انگلیس و چجوری بگم منم داشتم اونجا حالا یه کارای میکردم در همون حینی که داشت با نخست وزیر انگلیس سر مسائل مهمی می صحبت میکرد خیلی جالبه تونی بلر با بیل کلینتون اتمالا داشتن مهمترین تصمیمات دنیا رو میگرفتن و راجب خاورمیانه رو داشتن تصمیم میگرفتن بعد کوبیت و اینا اون زمان میشه یا نه میگم برحال دو تا ابرقدرت دنیا داشتن صحبت میکردن و این خانوم هم یه نقش ریزی داشت جالبه این داستان یه جوری به گوش وکلای پاولو جونز میرسه و مونیکا لوینسکی رسما دعوت میشه که بیاد توی دادگاه قسم بخوره و شهادت بده حالا این در چه حالیه در حالی که هنوز با بیل کلینتون دوسته و با هم دیگه رابطه دارن خب میای تو دادگاه و راستشو بگی دیگه و بیل کلینتون خبر نداشت که این قرار بیاد توی دادگاه این خبر نداشت قرار علیه شهادت بده فعلا رسیدیم به اینجایی که دریافت میکنه این دعوت نامه رو که احضار شده به دادگاه مم. که بیاد شهادت بده بعد خود داستان مونیکا که شروع میشه بی مونیکا یه دختر 22 ساله با استعداد تحصیل کرده بود که خانوادهش هم یه خانواده پولدار دموکرات بودن و اتفاقا کلی هم پول به کمپین بیل کلینتون کمک کرده بودن مم. این دختر حالا با کمک یه سری پارتی بازی ها و اینایی که اتفاق افتاده بوده میاد و معرفی میشه که بره یه شغل کارآموزی بگیره توی کاخ سفید سال 95 کنگره که اکثرشون هم توی اون زمان جمهوری خواه بودن به خاطر داستانای بودجه و این صحبت ها دولت تعطیل میکنن چند روز اذیت میکردن که برن رو اصاب بیل کلینتون ولی نمیدونستن که با این کارشون چه هدف بزرگتری رو زدن توی اون روز تعطیل بیل کلینتون توی دفترش بوده پیتزا سفارش میدن که بخوره یه سری از نیروها بالاخره نبودن دیگه تعطیلی بوده اون روز یکی از روزای اول مونیکا لوینسکی هم بوده کارآموز بوده بهش میگن بیا این پیتزا رو ببر بده به رئیس جمهور نه کلا کارش این بودش که پیتزا ببره نه کارش این نبود ولی خب چون که بالاخره کسی نبود و یه هم کارآموز بود بهش هر کاری که اضافه بود و میدادن که انجام بده یکیش این بود <applause> مونیکا کلا روی بیل کلینتون یه کوچولو کراش داشت اونجا که میره این پیتزا رو میده از دهنش میپره اینو میگه سوتی میده دیگه ولی در مقابل بیل کلینتون برمیگرده اینجوری با سر اینجوری میمونه و میگه که بیبریم اتاق پشتی افتر پشتی این رابطه از اون روز شروع شد درست زمانی که بیل کلینتون هنوز توی جنگ با وکلای پاول جونز بود و این خودش گویای همه چیز هست که چقدر پشتش گرم بوده و میخواسته بره جلو همجوری با قدرت یه رابطه یه بار دوباری هم نبود این دو نفر رسما با هم دوست شدن کار به تماس تلفنی کشیده بود کادو میخریدن واسه هم و همم هم اینجوری بودن که خب اوکی این دختر خیلی با پرزیدنت داره بهش پرووال میده اختلاف سنی مونیکا و چلسی دختر بیل و هیلاری فقط هفت سال بود تیم منابع انسانی کاخ سفید بالاخره یه کوچولو شک کرد به این داستان و این دختر رو منتقل کردن به پنتاگون که اونجا با لیندا تری پاشنا شد و سفره دلش رو وا کرد پیشش پیش کسی هم با کرد بدترین کس ممکن نه فقط بگم بدتر بود لیندا تری که بره خاطراتش رو تری me to think about how much I care about him, and how comfortable I am with him, and I how am. I just feel complete when I'm with him. Sunday, he called me at 6 o'clock, and I said, hi, and I said, well, guess whose last day is tomorrow? And he said, I promise you, if I win in November, I'll have you back like that. And then I made a joke, and I said, well, can I be a <laughs> assistant to the president for <laughs> jobs? <I'm> like that? <laughs> you didn't say that. I did. Oh, Monica, Monica, Monica. <laughs> خب یعنی خود بیل کلینتون نمیتونست برش گردونه مونیکا رو ببین میتونست از نظر قدرتی برش گردونه ولی تابلو شد دیگه بالاخره چقدر استعداد داشته که بعد برش گردونه و هر کی هر, کی هر کی هم نیست دیگه بعد جواب یارو دادگاه دارم برن رئیس جمهور دیگه بالاخره لیندا تریپ با مونیکا رفاقت میکنه ولی تک تک مکالمات رو ضبط میکنه که واقعا رفاقت عجیبیه خودش میگه من دلم میسوخ مونیکا قربانی بود ولی بازم کار عجیبی کردی دادش آره واقعا حالا برگردیم سال 97 دادگاه پاولو جونز دادگاهی که توش مونیکا حاضر میشه و شهادت دروغ میده و این اون چیزی بود که کنستار دنبالش بود در واقع تلهی بود که پهن کرده بود دوباره میرم پیش لیندا تریپ میگن که آقا پامشی میره پیش مونیکا و ازش میپرسی که چرا شهادت دروغ دادی باید ازش اینو بکشی که بیل کلینتون بهت اینو گفته و ازت این درخواست رو داشته که این بار مجوز میگیرن واسه این کارشون که صدا رو ضبط کنن چون قبلی کاملا بدون مجوز و غیر قانونی بوده کارهایی که لیندا تریپ میکرده با یه میکروفون پا میشه میره پیش مونیکا و این قضیه رو رکورد میکنه که بله بیل کلینتون این درخواست رو داشته الان دیگه چیزی که کنستار داشت ایجاد اخلال در روند قانون و دادگاه و تشویق به دروغگویی توی دادگاه و همون سوء استفاده از قدرت بود بعد از این جریان باز دوباره سری مدارک رو رو نمیکنن میرن پیش مونیکا مونیکا رو برمیدارن میارن و میگن که ببین تو این کار کردی این کار کردی و حسابی میترسوننش اینقدر باید بری زندان جوانی تو از دست میدی بیا توی تیم ما و یه سری چیزهای دیگه ای رو هم بهمون بگو یعنی یه جورایی به زبون بی داشتن تهدیدش میکردن دیگه و میترسوننش آره حسابی میترسوننش البته بعد وکیلاش هم میان و با مشورت اونا از اون روز تبدیل میشه به یکی مثل پاولو جونز یه جورایی ام. و در مقابل بیل کلینتون قرار میگیره بعد رابطهش با لیندا تریپ چی میشه ببین از اون روزی که FBI میاد بالا سرش و میفهمه که کلا صداش داشته زبط میشده از همون روزای اولی که فکر کرده با ایشون رفیقه خیلی طبیعتا بدش میاد ازش دیگه نفرت عجیب پیدا میکنه اصلا اون روزی که اینا اف بی آی میگیرتش می یه قراری میذاره لیندا تریپ که با مونیکا بره فودکورت و اف بی آی به جای لیندا تریپ میره فودکورت خیلی بد بوده واقعا در این حد می حالا هی بیا بگو 9 میلیون دلار 9 میلیون دلار 9 میلیون دلار اینترنت اون روزات واقعا توی امریکا روزای اولش بود که واسه این مردم داشت استفاده میشد و داشتن تازه باش کنار می هنوز رسانه های سنتی تلویزیون و اینا قدرتشون بیشتر بود توی اخبار و روزنامه ها. که آره بودن ولی توی این پرونده یه وبلاگ نویس یه کسی که حالا اخبار زرد منتشر میکرد میره این خبر رو یه جوری با رفیقایی که داشته این ور ور حالا خبرنگارایی که اونام رسیده بودن به این داستان میفهمه و میفرسته رو نت و این داستان یهو تره که توی اینترنت و یه جورای اولین داستانیه که توی اینترنت زودتر از رسانه های سنتی پخش میشه و مونیکا لوینسکی اولین کسی بوده که دهنه سرویس میشه که از اولین رسوایی های اینترنتی حالا اون موقع وقتی این لومیره میره که با مونیکا میکنن واقعا زشته یعنی الان ما جنبش میتو رو داریم اگه الان بود قطعا مونیکا لوینسکی میشد یه قربانی میومد صحبت میکرد و حالا یه سری ازش دفاع میکردن ولی تو تلویزیون توی لیت نایت شو به ببینین تو یوتیوب بزنین من. شوخی های بد میکنن سیمسونا فامیلی پارک همه اینا سوژهشون شده بود دیگه فینتون سال 1998 استیزا شد به خاطر جرائمی که گفتم و در نهایت بیگناه بیرون اومد از سنا یعنی چی خوب؟ چه رعی ها پنجا پنجا شد همه دموکرات ها رعی به دادن اوه. و همه هم جمهوری خام رعی به گناهکار بودن دادن حالا برای صحیح و غلط یعنی واقعا اصلا این قضاوت نبود دیگه دعوای دوتا تا سیاسی بود بشن. خود جمهوری خواه میدونستن اینجوری میشه یعنی انتظار چیز دیگه نداشتن ولی میگفتن آقا ما اینقدر فشار آوردیم اینقدر آبروش و بردیم که خودش استعفا میده و حذف میشه ولی باز دوباره میاد یه سخنرانی تاریخی انجام میده و به خودش لقب کامبک میده و یعنی حالا پسری که بازگشت میزنه و میبره و دوباره رئیس جمهور میمونه بعد اون استیزاه و استفاده نمیده بیل کلینتون این چند سال آخر رو میکشه فقط که برند هیلاری خراب نشه و بعد از اونم میبینیم که هیلاری میاد سناتور میشه نامزد ریاست جمهوری میشه و حالا بالاخره به اون شکل ادامه فعالیت میده اما جفری اپسین کسی که خیلی علاقه زیادی داشت که با آدمای قدرتمند رفیق بشه و کانکشن بسازه از همون روزایی که بیل کلینتون توی کاخ سفید بود سعی میکنه بره یه جورایی راهش رو پیدا کنه و با این آدم رفیق بشه و خب خیلی توی این آدم چیزای زیادی میدیده که احتمالا میدونیم چرا آره حرف مشترک برای گفتن مثل آره که زیاد, زیاد, داشتن. باهم دیگه اشتراک داشتن تو چند تا مهمونی که واسه اسپانسر گرفتن و اینا بوده از نزدیک با بیل آشنا میشه و کار به جایی میرسه که بیل کلینتونو جفری اپسین و کوین اسپیسی که بازیگر هالیوودیه اونم رسوایی جنسی داشته که حالا تبرئه میشه بعدا بازیگر هفت بوده هاوس آف کاردز بوده خب همینو من تو پرانتزم بگم کل داستانی هم که ما تا اینجا داریم میشنیم این برای کسایی که سریال هاوس آف کاردز رو دیدن احتمالا خیلی داستانش آشناه ها. چون خیلی الهام گرفته شده از زندگی سیاسی بیل کلینتونه و خیلی جالبه که رفیق خیلی رفیق بودن, 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 با هم دیگه آره الان بیلو جفریو کوین اسپیسی و کریس که اونم حالا یه بازیگر هالیوود و یه کمدینه که با جکی چانم هم فیلم آره، ساعت شلوغی را رو بازی کردن آره اون رو بازی این چهار تا پا میشن با جت شخصی جفستین میرن آفریقا توی سال 2002 یعنی بعد از اینکه رئیس جمهور دیگه میره <applause> کنار و کارش تموم میشه تایم زیادی رو توی اشغال بوده با بچه ها و همونجا یه مصاحبه میکنه در برای جفری اپستین و توی اون مصاحبه برمیگرده میگه که تا حالا آدمی با این بینش عمیق ندیده و حالا بعدش هم این صحبت هایی داریم که این اواخر کرده که اصلا من خیلی نمیشناسمش و اصلا جزیره نرفتم و فقط صد بار چی بود که یه سری از دخترها که علنا گفتن که ما بیل کلینتون رو توی جزیره دیدیم و در حالی دیدیم که مشغول بوده ایشون توی جزیره و حالا هنوز وارد دادگاه و اینا نشدیم بله اتهامی وارد نیست ولی قانون دادگاهی شروع نشده که بخواد اتهامی وارد بشه و خب به زیاد گذشته تمیزی هم نداره که ما نخواهیم قضاوتش آره. کنیم رفیقای تمیزی هم نداشتیم نه نه, نه. حالا یه چیز جالب توی خونه نیویورک جفری اپستین یه پورتراست روی دیوار که پورتری بیل کلینتونه که یه لباس زنونه پوشیده اصلا خیلی تابلوی عجیبیه چرا باید یه همچین تابلوی بزنید دیوار خونه دیاره سیاست مدار بوده این نشون میده که شاید ربط داشته باشه به اون حالا من... و اون داستان های که بالاخره یه نگاه بالا به پایین داری دیگه بخش. دقیقا دقیقا من چیزی که راجع به این تابلو خیلی عجیب و غریب عکسش هم خونده بودم آره این بودش که این یه جور قدرت نمایی بود برای جفری اپسین یه حالتی بود که بهش احساس قدرت میداد که رئیس جمهور آمریکا رو با لباس زنانه تابلو بکنه بذاره اونجا و ببین چقدر باید از این آدم آتو داشته باشی که همچین کاری رو جرأت بکنی انجام بدی یعنی میان خونتون میگن داداش رئیس ها. جمهورمون بوده حالا البته این خودش این کارش هم تهش زن ستیزانه است چون که حالا لباس زرانه قدرت رو تعیین نمیکنه که نه بحث علی حرف تو ذهن من ننداز نه میدونم <تصفح> آره شما داشتی من که خیلی احترام از زاویه ایشون بله بله, حالا بله. 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 در ادامه همون داستان تابلوه و, و با توجه به اینکه احتمال خیلی زیاد میگم آتوهای خیلی زیادی داره و توی قسمت اول هم اشاره کردیم که دوربینای مخفی خیلی زیادی توی تک تک اتاق و حتی همام و سرویس های بهداشتی بوده خب واقعا به نظر بعید نیستش که کار چیز باشه یعنی احتمالش نیستش که بیل کلینتون یه بلایی سرش آورده باشه ببین اگه حالا به قتل رسیده باشه که رسیده من اینجا میخوام پیش بکنم و ادعا بکنم که اون به قتل رسیده یعنی واقعا اوکی شاید هنوز دادگاه برگزار نشده ولی کامان دیگه ببین آره به نظر میاد اینجوری باشه کلینتون هم با تعجب داستانه که توی آرکانزاس داشتیم و دکتر مالک و اون دستگاری که توی پزشکی قانونی داشتیم و همه اونا رو مقایسه کن با جریاناتی که توی سال 2019 اتفاق میافته و جفری اپستین پترنا تقریبا مشابهه و یه افسانه دیگه ای که مردم آرکانزاس خیلی میگفتن این بوده که کلا کلینتون ها به حذف کردن حالا این حذف کردنه باز اینم ثابت نشده ولی میتونه حذف مدیایی باشه یه نفر رو انقدر کنسلش کنن توی مدیا که کسی نره سراغش یا اینکه نه واقعا معنی کلمه حذفش کنن این یه شایعیه که پشتشون بوده و تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها مردم آرکانزاس مخصوصا حالا که خیلی اهل دقیقا حالا میگم من و تو هم اینجا نشستیم که واسه خودمون از روی هوا بخوایم یه حدسی بزنیم و یه اتهامی به یکی وارد بکنیم یک چیزا وجود داره در این رابطه آره. و ما نیومدیم مثلا سیاست آمریکا رو تحلیل کنیم این اتفاقایی که پشت آقای بیل کلینتون افتاده ما جمعآوری کردیم این اطلاعات رو در واقع یعنی خودمون نمیایم و خود اون داستان ریل قطار و بچه‌ای که سال 85 مردم هم خودم نیومدم ربطش بدم این داستان وجود داره که بیل کلینتون اون زمان فرماندار بوده و خیلی صحبت شده دربارهش که اتفاقا درباره اپسین هم این داستان رو اومدن مطرح کردن که اون جریان هم وجود داشته البته یه تئوری دیگه هم وجود داره که میگن که بیل کلینتون هفتاد و هفت سالش الان خیلی وقتی که توی دنیای سیاست هم نیست هیلاری هم که بعد از اینکه از ترامپ شکست خورد خیلی مهره قابل توجهی حساب نمیشه واسه دموکرات یه جورایی جفتشون مهر سوختن و یه سری ایده پردازی که خیلی توهم توته دارن میگن که آقا اینا باید قربانی بشن که اعضای مهمتر پاش نیاد وسط و حتی کار اینا هم نیست این, اتفاق این چیزهایی که ما داریم میگیم یه سری پروپاگانداییه که به ما اینجوری خورونده شده پسر فکر کن اون طرف چقدر باید گنده باشه که قربانیش کلینتونا باشن کلا البته از این جنس پروپاگاندا زیاد میبینیم توی این پرونده مثلا کل داستان خودکشی اپستین یه چیز عجیب بود دیگه کل اون چیزهایی که میشنیدیم میگفتیم بابا ولمون اون اسکل کردی خودکشی همچنان میگی حالا گوش کن به خاطر اینکه میگن که آقا توی اون زندان اون زندان بعدا تعطیل میشه به خاطر اینکه خیلی زیر داغونی داشته و خرابه بوده و خب الان میگی پس منطقیه که دوربینش خراب شده باشه یا مثلا یه گزارش میاد که سالانه سی هزار نفر توی آمریکا به خاطر همین مشکلی که دوربین های مدار بسته داره از زندان فرار میکنند و وقتی اینا رو میذاری کنار هم شاید خیلی اونقدرام دور از ذهن نبوده این اتفاقی که واسه اپستین افتاده. خب به نظر تو با تعجب همه ای این مسائل کشته شده یا خودکشی کرده. این سوالیه که هیچ وقت جوابشو قرار نیست بگیریم ولی هیچ وقت, هیچ وقت نمیگیریم دیگه چون رسما منتشر شده که اون اتفاق افتاده براش. ولی قضیه یکم تر از ایناست به نظرم که در این هم یه عده میان میگن که جفری اپسین 66 سالش بوده کل زندگیش هم یه آدمی بوده که وسواس کنترل کردن داشته دوست داشته نسبت به همه چیز و همه کسی که دور و یه کنترلی داشته باشه و این آخرین کنترلی بود که میتونست روی زندگی خودش داشته باشه و یه درنکجی دوباره به شاکی های پرونده ببین این چیزی که داری میگی بر من خیلی منطقی تر بود یعنی از این دید بخوام به قضیه نگاه بکنم آره شاید همچین کاری رو کرده باشه با توجه که حالا تا حدودی هم عمرش رو کرده و فکر نمیکنم کار نکرده ای تو این دنیا داشته باشه و به صلاح کامش رو از این دنیا گرفت آقای اپستین مرسی. ولی این قضیه که بخوایم بگیم که برای شخصی مثل جفری اپستین که این همه داستان با گنده داره دوربینای وسته خراب شده این زیاد تو کتر من یکی نمیره میدونی اگه یه آدم عادی بود اون داستانی که میگی سی هزار نفر توی آمریکا در طول سال به خاطر این مشکل مثلا فرار میکنن اونا آدمای معمولی هستن جفری اپستین نیستن آره از این زاویه هم که کاملا منطقی من اتفاقا نظرم همینه خودم خیلی با اون زاویه دیده کاری ندارم ولی اف بی آی هم قفلی زده دیگه ول نمیکنه بعد از مرگ اپستین اتفاقات زیادی افتاد که یکیش همین لیستاییه که الان پنج تا بخش ازش منتشر شده که حالا توی اینستاگرام گذاشتیم لینکش رو از ایندیپندنت هم گذاشتیم تو کامنت ها راستی دیدم یه سری اسم مطرح میشد که حالا یه سریاش درست بود یه سریاش نبود که اون اصلیه رو میتونیم ما میریم هایلایت میکنیم تو اینستاگرام احمی نجات نرفته بود توی جزیره بچه آره اصلا حالا ایشونو نمیدونم ولی یه سریا رو را اینجوری نبود که حالا هرکی که داستان داره پاشه بره اونجا یه حد اقلی های هم نیازه آره، چیزی داشته باشی آره. که بخوای بری البته من منکر توانایی به آدم ها نمیشم <تصفح> <اولی> <تصفح> همچین هر جایی هم نبوده بیا <تصفح> این بود اپیزود دوم که مربوط به بیل کلینتون بودش و ماشاءالله کم اه... هم, هم داستان نداشته هی میخوام بگم ولی خب هی دارم جلو خودم رو نگه میدارم اما اپیزود سوم راجبه یه آدمیه که مثل بیل کلینتون سر به توی نداره ایشون همیشه های هویش دنیا رو گرفته مخصوصا این اواخر جناب آقای دونالد ترامپ که انصافا آدمیه که واقعا نمیشه شناختش خیلی غیر قابل پیش و شک ندارم که توی انتخابات ریاست جمهوری پیش رو دونالد ترامپ خیلی باید توی مناظره های انتخاباتیش آماده صحبت راجع جفی جفری اپسین باشه آره چون خودش این کارو کلینتون که حالا صحبت میکنیم در توی اپیزود بعدی و درباره این اینم میخوایم صحبت کنیم که تحقیقات اف بی آی به کجا رسید و بعد از مرگ اپسین چه اتفاقاتی افتاد مرسی که تا اینجای ویدیو همراه ما بودین اگه تا اینجا دیدین ویدیو رو دوست داشتین حتما لایک کنید اگه دوست داشتین رفیقاتون میخواستن بدونن جفری اپسین داستانش چیه ما داریم یه پلیلیست درست میکنیم دربارهش براشون بفرستین سابسکرایب یادتون نره راستی اگه واسه بار اول که ما رو میبینین ما هفته دو تا پرونده جنایی کاور میکنیم و آپلود میکنیم کسایی هم که میگن نه نمیکنین سابسکرایبتون احتمالا پریده یا میتونین نوتیفیکیشنتون رو آن کنین چون حتی یه هفته هم در نرفته در نهایت اینجا گزارش محرمانه است ما علی هستیم AK نمسیس و چیزی دیگه مونده دیگه همین دیگه یعنی بزرگترین نقطه قوت بیل کلینتون همین سخنرانیش توی نقاط کلیدی و بحرانی دوران سیاستش آره خیلی <تص Hum petty gifted kidnapped> <تص shortage> بخواستی چی بگی؟ نه کاری زیادی یعنی ولی این کلینتون هزمون نکنه نه آجی